من سلام میکنم به شما و به کسانی که این برنامه رو میبینند و خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادی. در مورد این بحث، خب ما در این که بسیار این وضعیت جنگی که به وجود آمده در خاورمیانه، چه واکنش هایی رو در میان گرایش های سیاسی و در میان مردم ایران برانگیخته و چگونه میشه اینا رو تحلیل کرد؟ اولا یک نکته مشخص هست که خب این وضعیتی که اکنون تضاد بسیار تنش بین فلسطینیان و اسرائیل دهه ها قبل شروع شده و یه تنشی است که ادامه داره و ما نمیخوایم حالا درباره او بحث بکنیم. حتی پیش از جمهوری اسلامی هم این تنش و جنگ و اینا وجود داشته. بحث ما این نیست. و اما در شرایط کنونی اگر نگاه بکنیم، نیروهایی که درگیر این جنگ ها هستند، در واقع میتونیم بگیم که هر کدوم از اینها انگیزه هایی رو دنبال میکنن و هدف هایی رو دنبال میکنن که به نظر من انسانی نیست. از یک طرف خب فلسطینی ها هستند، اما فلسطینی ها خب قرار بود که دو کشور دو سرزمین دو دولت باشه، این لایحه تصویب شد و قرارداد اسلو بسته شد و غیره، و در اون زمان گروه ها و گروش های مترقی در میان فلسطینی ها بودند و در اسرائیل نیست حزب مترقی مثل حزب کارگر رأی می آوردن و در نتیجه به سوی صلح رفتن. اما اون اوضاع تغییر پیدا کرد، مثل سازمان ها و نهادهای مترقی در فلسطین ضعیف شدند و گروه های بنیادگرای اسلامی به وجود آمدند که شیوه های تروریستی رو به کار می گیرند مثل حماس و حزب الله، و اینها در واقع خواست های فلسطینی ها رو به گروگان گرفتن برای مثل بنیادگرایی دینی خودشون. از اون سو هم خب در اسرائیل به دلیل تغییر ترکیبی جمعیتی پس از فروپاشی اردوگاه شهر که موج عظیم مهاجرت شروع شد، نیروهای هویت خواه و نیروهایی که به اصطلاح توسعه طلب بودن و اینها اکثریت در عرصه سیاست به دست گرفتن و احزاب راست و راست افراطی رأی آوردن شبیه همین دولت کنونی نتانیاهو که یک دولت جنگ طلب و راست و راست افراطی است. اون سوی قضیه جمهوری اسلامی از آغاز، یعنی روحانیتشیه که حتی پیش از انقلاب همیشه خواستار نابودی اسرائیل بوده، نه خواستار صلح. مسئلهش مسئله خواستهای فلسطین یا طرفداری از فلسطینیا نیست. مسئلهش این است که اونا میخوان بر اساس نگاه های بنیادگرایانه خودشون یک کشور رو نابود بکنند و طبیعتا اینها وارد این تنش شدن. گروه های بنیادگرای اسلامی که شیوه های تروریستی دارند رو با حمایت نظامی موشک نمیدونم سلاح غیر تقویت کردند و اینها خب طبیعتاً برنامه نابودی اسرائیل پیش گرفتن که همراه با غنی‌سازی و دیگر سیاست‌های نظامیگری اونها کشور خود ما رو با بحران‌های عظیم اقتصادی و تحریم و بسیاری مسائل دیگه روبرو کرده که نمی‌خوام اینجا بحثش بکنم. به هر حال این تنش و در کسانی که درگیر این جنگ هستن، حالا البته قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی هم از این مسائل بهره می‌گیرن به سود خودشون، این تنش در واقع جنگی است بین کسانی که جنگ طلبن، بین کسانی که گمان میکنن با جنگ و نابودی میتوانن مسائل رو حل کنن. این خب البته حالا از اون سوی قضیه، این مسئله که در مورد ایران مطرح است و موضوع سوال شماست، اول یک واقعیت رو بگیم و اون واقعیت این استش که موضع ماها هیچ تأثیری در تصمیمات دولت راست و راست اسرائیل یا در جمهوری اسلامی نداره. متاسفانه ما نیروی واقعی در صحنه در ایران نیستیم که بتونیم به سیاست های جمهوری اسلامی رو تأثیر بذاریم و اونا رو وادار کنیم که تغییر بدن. و تا وقتی هم که جمهوری اسلامی هست، این تنش با اسرائیل، تنش با مدرنیته، تنش با اروپا و آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد و ملت ما از زیان خواهد بود. این یک. اما اون چیزی که ما دیدیم در واکنش نیروهای سیاسی، یک عده‌ای هستن که اون چیزی ما از داخل کشور میدونیم، من داخل کشور نیستم اطلاع ندارم، اما اون چیزی که برمیاد به آدم حدس میزنه از این بر اون بر چیزی که میبینه، اکثریت مردم ایران خواهان جنگ نیستن. اکثریت مردم ایران خواهان رهایی از سلطه جمهوری اسلامی هستن که نکبت و بدبختی بر کشور ایران آوار کرد و خب البته جمهوری اسلامی یک پایگاهایی هم داره که در اقلیت هستن در جامعه، اونها یا حالا عقیدتی هستن یا رانتی هستن، از جمهوری اسلامی حمایت میکنن، اما اکثریت خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستند. در خارج از کشور نیروهای سیاسی که وجود دارند یا گرایش های سیاسی، در واقع خیلی هاشون نیرو نیستند، گرایش هستند. یک گرایش وجود داره که خب بیشتر در سطح طلبها جلوه میکنه و این گرایش این هستش که اینا به یک تب دوچار توهمن. توهمی که اینا دارن این هستش که اسرائیل میاد بمباران میکنه، چون توجه بکنید که اسرائیل با ایران مرز مشترک نداره، نیروی زمینی نمیتونه بفرسته. اگر کسی بخواد یک رژیم رو تغییر بده باید نیروی زمینی بفرسته و اصلا کسی هم هیچ دولت غربی در صدر حمله
با نیروی زمینی به ایران هیچ وقت نبوده، نه هست، نه آمریکا، نه اروپا، اسرائیل هم همچین توانمندی نداره. اینا تصورشون اما این است که اسرائیل با بمباران مراکز مختلف در ایران، نیروهای برق، نمی‌دونم مراکز سپاه یا حالا هر جای دیگه، سبب خواهد شد که مردم شورش بکنن و بریزن حکومت رو بگیرن و بعد اینا بیان به سلطنت برسن یا بیان قدرت رو به دست بگیرن. این همش بر اساس توهمه، چون واقعیت قضیه این استش که بمباران اسرائیلی فقط نمیتواند اگر بیاید مثلا نیروهای سرکوب و هدف بگیره، نیروهای سرکوب در تمام کشور پخشن، در مدارس، در کارخونه ها، در همه جا. به علاوه وقتی شما بیان نیروها برق رو بزنید، یعنی زیرساخت‌های کشور رو نابود بکنید، کی گفته که مردم شورش میکنن؟ و به علاوه کی گفته که جمهوری اسلامی نمیتواند مردم رو سرکوب بکنه؟ همه این بحثا بعدی هم اینا در واقع چون هیچ استراتژی ندارن، تئوری گذار ندارن، همه چیزشون رو گذاشتن بر این بر توهمات. آقای رضا پهلوی مثلا گفته که بله بعد از اینکه جمهوری اسلامی سقوط کرد من یک ائتلاف بزرگ دارم، خودم میام نظم رو حفظ میکنم. حالا این ائتلاف بزرگ معلوم نیست که چطور شده که مثلا دیروزشون من جیبشون در آوردن، کجاست، کی تشکیل داده، کی رو نمایندگی میکنه، بعدم من نظم برقرار میکنم. اما واقعیت قضیه این هستش که با چه نیرویی، بس بحث اصلی اصلا نیست که شما بعدم چیکار میکنید، بحث اصلی این است که چگونه ما از جمهوری اسلامی گذر کنیم. گذر از جمهوری اسلامی اگر دموکراتیک باشه طبیعتا ما بگید که با یه آلترناتیو دموکراتیک باشه، امید به دموکراسی هست. اگر آلترناتیو دموکراتیک نباشه معلوم نیست چه خواهد شد. به علاوه رضا پهلوی درسته که یه عده هوادار داره ایران، یه عده نوستالژی دوران پهلوی رو پدر بزرگش رو دارن، اما نیروی سازمان یافته در داخل کشور نداره. کسی میتونه از اینا میگن ما خب اگر اسرائیل حمله کرد ما میخوایم بهره برداری کنیم. کسی میتونه بهره برداری کنه که مردم رو سازماندهی کرده باشه و رابطه ارگانیک با مردم داشته باشه؟ ببینید دو مورد من میتونم مثال بزنم تون. یکی در روسیه در جنگ جهانی اول وقتی که نارضایتی از جنگ بسیار بزرگ شد، حزب سوسیال دموکرات با شعار اینکه ما نمیخوایم بجنگیم و صلح، توانست مردم رو بسیج کنه، روسیه تزاری سرکوب بسیار سرنگون بکنه. اما این حزب دهه ها در روسیه کار کرده بود، با باهای سنگین سازماندهی کرده بود، رابطه ارگانیک داشت با کارگران، با سربازان، با دهقانان و غیره. همینجوری نیست که شما از خارج کشور بیانی همچه ادعایی بکنید. یا در آلمان بعد در جنگ جهانی اول وقتی که باز نارضایتی از جنگ برخاست، حزب سوسیال دموکرات تونست به اصطلاح مردم بسیج بکنه، رژیم قیصر آلمان رو براندازه. اما این حزب دهه ها سابقه داشت، سازماندهی داشت، نیرو داشت، رابطه ارگانیک با هم داشت. متاسفانه اپوزیسیون ایرانی در تمام ایرانشات خودش رابطه ارگانیک با مخاطبان خودش نداره. جامعه ایران رنگارنگ هست، گرایش‌های گوناگون در او هست، اما نیروهای سیاسی که مدعی به اصطلاح رهبری و غیر و غیر هستند با مخاطبین خودشون، با لایه‌هایی که میتونن مخاطب اونا باشن، رابطه ارگانیک ندارن، سازماندهی ندارن. مسئله اساسی در ایران این هستش که جامعه باید از حالت این بی شکلی در بیاد، نهادهای گوناگون خودش رو به وجود بیاره، نهادهای صنفی و نهادهای سیاسی. ما در ایران الان شاهد هستیم که مبارزات صنفی دموکراتیک وجود داره، جنبش عمومی نافرمانی مدنی وجود داره، جنبش های عمومی وجود داره، تظاهرات وجود داره، اعتصابات وجود داره. اینها هستن که باید تقویت بشن تا جامعه بتونه بر پای خودش بایسته. حمله نظامی اسرائیل یا هر کشور دیگه از نخستین ضربه‌ای که میزنه، ضربه میزنه به مبارزات جنبش دموکراتیک، چون امید ما این هستش که بر بستر جنبش دموکراتیک و به اتکای مردم ما از جمهوری اسلامی گذر بکنیم تا بتونیم به دموکراسی برسیم. نه اینکه و وقتی که این حمله میاد و هیچ نیروی آماده نیست، حتی بر فرض اینکه سلطنت الهوا امید بستن میذارم اسرائیل بمباران کنه و کشور دچار هرج و مرج بشه، اما جامعه هنوز در اون حدی نیست که بتونه بهره برداری کنه از این موقعیت و این در واقع به زیان جنبش دموکراتیک ایران تمام خواهد. این یک گرایش است. گرایش دیگری که ما داریم میبینیم گرایش است که میگوید صلح، اما صلح فقط گفتن صلح در برابر جمهوری اسلامی کافی نیست. طبیعتاً شما باید ببینید چرا، چون یکی از عوامل اصلی جنگ حکومت جمهوری اسلامی است. اینکه فقط یک صلح طلبی انتزاعی رو مطرح بکنید وقتی که حکومتی وجود داره که یک پایه اصلی جنگ هست، طبیعتاً این درست نیست و نمیتونه کمک بکنه به جنبش دموکراتیک ایران. وقتی است که شما بگویید که نه به جمهوری، نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی، یعنی شما اگه صلح می‌خواید باید از جمهوری اسلامی عبور بکنید. همه جناح‌های جمهوری اسلامی از اصلاح طلب تا بنیادگرا و غیره، اینها در واقع با در نابودی اسرائیل و بقیه این اهداف مشترکن، حالا با شدت و ضعف کمتری. در واقع یکی از عوامل اصلی جنگ
یکی از عوامل اصلی جنگ حکومت جمهوری اسلامی است. لذا اون موضعی درست است که هم خواهان صلح باشه و هم خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و گذر از این نظام، چرا که این تا وقتی این نظام هست همسایه جنگ بر سر ایران آوار هست، همسایه عقب موندگی، فقر و استبداد و تبعیض علیه همه لایه‌های گوناگون مردم. حالا و در این حال اون جنبشی که میگوید نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی، طبیعتاً باید خودش رو تعریف بکنه، باید خودش رو به عنوان یک نیروی سیاسی مشخص بکنه. در این گرایش گرایشات گوناگونی در همین هم وجود داره، تیپ های وجود داره، لیبرال ها وجود دارن، چپ ها وجود دارن، سبز ها وجود دارن، اما بخشی از این گرایش که اکثریت فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی رو شکل میدن، نیروهایی هستن که ما میتونیم به اونا بگیم نیروهای پیچرو. این نیروها کسانی هستن که به دموکراسی و آزادی و حقوق بشر، به جدایی دین از دولت، به رفع همه تبعیض‌های گوناگون، به عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدهای ملی و به توسعه جامعه محور در مسائلی از این همچنین حفظ محیط زیست و عدالت انتقالی باور دارند. این نیروها که اکثر به رغم اختلافات خودشون اکثریت فعالان رو شکل میدن، اکثریت فعالان اعضای سیاسی فرهنگی، اینا پراکندن. اینها هم نیروهایی هستن که طبیعتاً میگن نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی. اگر اینها بتونن خودشون رو در یک بلوک های هماهنگ بکنن و خودشون به عنوان یک امکان، یک نیروی سیاسی به مردم معرفی بکنن، طبیعتاً این جنبش صلح هم تقویت خواهد شد. پیوند بین ما در ایران الان داریم میبینیم که به اصطلاح لایه های گوناگون مبارزات صنفی دموکراتیک میکنن، چون ما میدونیم که ما در ایران مبارزات صنفی فقط وجود نداره. یعنی حتی وقتی اگر کارگران یک کارخانه برای دستمزد اعتصاب میکنن که کاملا صنفی است، اما در این حال ناچارن و این کارم دارن در ایران میکنن که برای حق داشتن اتحادیه‌های مستقل مبارزه میکنن، چون مبارزه کارگری که تنهایی نمیشه. وقتی کسی خواستار حق اتحادیه مستقل میشه یا سندیکای مستقل میشه، در واقع یک خواست دموکراتیک رو مطرح میکنه، چرا که مثلا جامعه مدنی مستقل از حکومت، آزادی اتحادیه‌ها، سندیکاها و نهادهای صنفی یکی از مؤلفه‌های اصلی دموکراسی است و به خواست دموکراسی خواست عمومی اکثریت مردم ایران است. لذا ما در ایران ما مبارزات صنفی دموکراتیک داریم، در این حال جنبش های عمومی داریم، مثل مثلا جنبش علیه حجاب اجباری که ما داریم میبینیم و نافرمانی مدنی که ادامه داره. یعنی وقتی که زنان حجاب بر سر نمیدن و در واقع نافرمانی مدنی میکنن که قانون ظالمانه حکومت رو میشکنن، و جنبش های مثل دانشجویی وجود داره، جنبش بازنشستگان، جنبش کارمندان، جنبش معلمان که بسیار قوی است. این جنبش ها که محتوای اصلیش در واقع میتونیم بگیم در چارچوب همون چیزی که من گفتم گروه پیشرو میگنجه، به اضافه محفل های سیاسی، نیروهای سیاسی، فعالان حقوق بشر، همه اون کسانی که در ایران دارن با باهای سنگین مبارزه میکنند، بخشی از این مثلا نیروهای پیشرو هستن. بنابراین اگر جنبش نه به صلح، نه به جمهوری اسلامی افقش رو بگیره، ایران در مسئله داخل ایران مهم باشه، چون هر سرنوشت ما در داخل ایران تعیین شه و تقویت بکنه این جنبش رو، ما میتونیم گام هایی در جهت رعایت جمهوری اسلامی و در نتیجه رعایت جنگ برداریم.